برای ایرلیرینگ یا ریشه دوانی در هوا وسایلی که احتیاج داریم تیغ، قیچ باغبونی، سلفان هست، نوار برق، پلاستیک و زربرق آلومینیوم. برای خود فیلینگش هم یا متریالی که داخل برای دواندن ریشه استفاده میشه یا کود باغچه میشه استفاده کرد و چیزی که بیشتر صحبتش میشه جلبک صخره‌ای هست، ولی خب ما تجربه‌ای که انجام دادیم همون کود باغچه هم این کار رو انجام میده اگر دسترسی به اون امکان پذیر نباشه. چرخونیم به هم در پلاستیک رو زیر اون منطقه که میخواییم ریشه دوانی هوایی انجام بدیم و می‌بندیم به چسب. بعد سر میاریم پایین منطقه که قبلا برش زده بودیم، ما یه برش طولی میزنیم و بعد سعی میکنیم این قسمت رو پوست رو جدا بکنیم. بعد پوستو خراش داد که تا اینکه پوست عوض میشه و پوست زیری مشخص میشه. این به دلیل این کار اینو به این دلیل میکنیم که درخت از این قسمت خودشو ترمیم نکنه و از قسمت بالا اینجا ریشه بزنه. در غیر این صورت درخت خودشو ترمیم میکنه و ریشه نمیزنه. درخت اناره و ثمر میده و خوبیش اینه که اگر این کار ایرلیرینگ خوب پیش بره و دو سه ماه دیگه ریشه بزنه و ما بتونیم منتقلش کنیم خیلی سریع به ثمر میرسه. از این مرحله برای که آمادش کنیم برای ریختن تک گلدون توش این قسمت براش یه چسب بزنیم اونجوری در یه دستان هستون و بعد تک گلدون رو بریزیم توش. خاک گلدونی که قبلا ریختیم توی آب، یه آب ریختیم روش، باید کاملا آبش گرفته بشه و میشه اینا رو آماده کرد که راحت بتونیم بریزیمش توی اون پلاستیک. خب حالا خاکایی رو که آبشون رو فشاردیم میندازیم داخل این.
سرش را مچسب بدندم. الان بعد با سلفان دارش کاملا محکم سلفان پیچی بکنیم که هم کاملا خاک بچسبه به ساقه، هم آب اضافی این گرفته بشه. بعد یه کاغذ سلفون آلومینیوم هم روش میکشیم که از رطوبت حفظش بکنیم. الان تقریبا 3 ماه گذشته از موقع که ایر لیر کردیم درخت انار رو، همینجوری که میبینیم کاملا ریشه زده و وقت بریدنش هست. امروز میخوام ببریم بزنمش توی گلدون. این همین ریشه هایی که زده Thank you.